آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی درگذشت. او شاگرد آیت الله سید محمد باقر صدر، متفکر اسلامی و رهبر مذهبی سیاسی دهه 50 نجف بود. سید محمود در مرداد 1327 در کربلا متولد شد و 3 سال بعد همراه خانواده به نجف رفت. حدوداً 20 ساله بود که به درس خارج فقه سید محمد باقر صدر رفت و پس از حدود 8 سال مجتهد شد. او کانال ارتباطی رهبر فقید انقلاب و آیات نجف و به ویژه صدر را عهده‌دار بود و پس از ورود به ایران نیز در جایگاه استاد درس خارج فقه قرار گرفت. هاشمی شاهرودی پس از ورود به ایران به همراه برخی معاونان عراقی و ایرانی‌های رانده شده از عراق، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را راه اندازی کرد. 3 ماه ریاست آن را بر عهده گرفت و پس از آن 30 ماه سخنگوی این گروه شد. شاهرودی تا نیمه دهه 60 در میان مخالفان صدام حسین فعالیت می‌کرد تا در برابر شهادت استادش آیت الله صدر توسط حکومت بعثی عراق بی‌تفاوت نگذشته باشد. اما کم کم فعالیت‌های او به مباحث علوم فقهی متمرکز شد و در اواخر دهه 60 کرسی ریاست مؤسسه‌ای تحت عنوان دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت را از سوی رهبری بر عهده گرفت. در بهمن 73 به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد و حدود 5 سال بعد رئیس قوه قضاییه شد. حضور او در این دو نهاد و همچنین تدریس در حوزه علمیه قم و آشنایی با برخی از اعضای جامعه مدرسین باعث شد تا از او جهت عضویت در این تشکل دعوت شود. از همان ابتدای حضور همچون عضوی پرسابقه در جامعه مدرسین عرض اندام کرد و به فعالیت‌های سیاسی تشکیلاتی پرداخت. 10 سال ریاست قوه قضاییه، عضویت در شورای نگهبان، نایب رئیسی مجلس خبرگان، عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بخشی از فعالیت‌های او در طول عمر 70 ساله اش بود. 24 اسفند 1390 او با حکم رهبر انقلاب به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده بود، اما تقریبا همزمان با ریاستش بر این مجمع به دلیل بیماری از تیر ماه امسال در جلسات این مجمع حضور نداشت. او دی ماه 96 در گفتگویی اعلام کرده بود که از سال 95 با مشکلی در دستگاه گوارشی مواجه شده و مشخص شد توده‌ای در روده بزرگ او قرار دارد. شاهرودی به دنبال تشدید بیماریش برای ادامه درمان به کشور آلمان رفت و پس از مدتی به تهران بازگشت. هاشمی شاهرودی در اردیبهشت 96 یعنی 8 ماه پیش از اعزام به آلمان نیز در تهران بستری شده بود. گفته می شود آنچه شاهرودی پیش از ریاست قوه قضاییه را با شاهرودی پس از آن متفاوت می کند، جایگاه او در آرایش سیاسی کشور است. او در زمانی که پا در این مسند گذاشت، هر کسی از ظن خود درباره او قضاوت می‌کرد و شاید بتوان گفت منصفانه‌ترین قضاوت را علی اکبر ناطق نوری در خاطراتش مطرح کرده و گفته بود آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی نه عضو جناح راست یا چپ بوده و نه در هیچ فراکسیونی است.